توی این ویدیو میخوایم درباره هزینه‌های زندگی توی استانبول صحبت بکنیم. پس تا آخر ویدیو همراه ما باشید. دوست گلم سلام، به یه ویدیو دیگه از ریویشا خوش اومدید. همراه کمر خانم هستیم. سلام. و میخواییم درباره هزینه زندگی توی استانبول باهاتون صحبت بکنیم که به چه صورته، یه نفره خانواده یه نفره مثلا چطور میتونن اینجا زندگیشو بگذرونن و خانواده دو نفره، بقیه هم دیگه خودتون حساب بکنید دیگه. خب کمر، درباره هزینه زندگی بخوایم صحبت کنیم، اولین و مهمترین چیز چیه؟ اجاره خونه. دقیقاً. محل... البته اگه دانشجو باشین و خودتون بخواین پول دانشگاهتون رو بدین، پول دانشگاه هم حساب میشه. آره، اون یه چیز جداست، اون هزینه دانشگاه است، هزینه اقامت جداست، ولی هزینه زندگی رو میخوایم کلا صحبت بکنیم. درباره دانشجویی و هزینه کیمبلی و اینا هم یه ویدیو دیگه میگیریم کامل صحبت میکنیم. درباره شهروندی گرفتن و این چیزا هم میگیم که یه مراحل و پروسه‌ای داره. اون ویدیو هم منتظرش باشید، حتما میذاریم. اجاره خونه تو هر منطقه یه قیمتی داره. خب قیمت ها فرق میکنه. سمت بیلیک دوزوی یه قیمته، اسنیورد یه قیمته، سمت کوچک چکمجه، سمت شیشلی، سمت اسکودار و سمت مالتپه، سمت آسیای پندیک، کلا قیمت ها فرق میکنه. سر همین نمیتونیم قیمت دقیق بدیم، ولی حدودی میتونیم بگیم از چه رنجی شروع میشه. یه پرانتز من اینجا باز کنم. البته یه چیز دیگه هم مهمه، یعنی ممکنه شما توی مثلا یه منطقه خوب مثل نیشانتاشی یا یه جاهایی از شیشلی، مجید یکی زندگی کنین، اسمش اینه که منم شیشلی زندگی کنم، مجید یکی زندگی کنم، ولی تو اون کوچه پس کوچه ها باشید. مثلا خیلی یه خونه با کیفیت پایین تر داشته باشین با قیمت کمتر، یعنی خیلی مهمه توی استانبول تو کدوم خیابون زندگی میکنی. ممکنه دوتا خیابون موازی دوتا قیمت خونه کاملا متفاوت با هم دیگه داشته باشن، چه تو بیلیک دوزو باشه، چه تو شیشلی، چه تو اسکودار، چه فرقی نمیکنه. تو همین اسکودار مثلا یه سری پروژه ها هست، میری قیمت خونه هاش برای خرید میلیون دلاریه، ولی همون محله چند تا خیابون اونورتر وارد بافت میشی و قیمت ها خیلی متفاوته. دقیقا. ببینید بستگی اون شرایط اونجا داره، دسترسیش به متروبوس، اتوبوس و سیستم حمل و نقل و بافتش. بافت مذهبی داره، قدیمی داره، اونا قیمت هاشون پایین. البته تو ویدیوهای قبل هم گفتیم توی استانبول چیزی به نام بالا شهر و پایین شهر نداریم. یعنی محله کوچه بالا شهر پایین شهر داریم. اونم نسبت به فرهنگ آدمایی که تو اونجا زندگی میکنن بستگی داره. و شیشلی اون سمتی که گفتی موافقم، ولی خب اونجا هم جای خوبت داره، ولی خب مرکز شهره، یعنی واقعا میتونیم بگیم مرکز شهر میشه شیشلی مجدی به تاکسی. آره، ولی خب برای زندگی اگه دنبال آرامش میگردید که باید بیاید سمت مثلا کوچیک چکمجه، بیوک چکمجه یا سمت اسکودار مثلا سمت آسیای اول گفتم، زیتون برنو اسکودار، مثلا مالتپه هم خوب بود، من رفتم چند بار، یکی از دوستام اونجاست. حتی انگار پندیک هم وسط ونکه. آره دقیقاً. یا مثلا نزدیک مثلا فردوسیه، اینقدر شلوغه، ازدحام جمعیتیه. دقیقاً، همه چیش نزدیک به همه، زندگی شبانش همیشه هستش، مثلا از بشکتش شاید یه ساعت پیاده برید برسی خونه، ولی مثلا اسکودار من میخوام برم، بعد پولو پیاده برم که نمیذارم و شنا کنم برم اونجا. یه سری چیزا خب هستش دیگه، ولی هزینه های زندگی الان بخوایم بگیم درباره همین اجاره رو بخوام بگیم، هزینه اجاره در اصل اجاره ها نسبت به منطقه گفتم فرق داره. توی سمت بیلیک دوزو بخواید بگیرید بین 7-8 هزار لیر، نه 7-8 هزار لیر، من چند پیش دیدم تو اسنگورت هست، البته بلیک دوزو نمیدونم، بین 7-8 هزار لیر فکر کنم. آره اونجا همچین رقمایی هست، ولی 7-8 هزار لیر تا 15-20 هزار لیر هستش، ولی خب سمت مرکز و جلوتر هی که میای قیمتا بالا میره و میره بالا، مثلا 20 تا 30 تا بستگی داره مثلا کجا میخواد بگی، نرمال آپارتمان سیت هست، اینا خیلی مهمه. خب سیت شاید قیمتش مثلا اجاره خونه مثلا شاید یه مقداری پایین باشه، مثلا 10-15 هزار تا باشه، 20 هزار تا باشه، ولی میبینید مثلا 5 هزار تا آیدت داره.
آیداتش خودش قشنگ یه جبران میکنه. آیدتم پول نگهبانی، پول تمیزکاری اون سیت هست، پول انرژی که اونجا داره مصرف میشه دیگه، اینا رو ازتون میگیرن دیگه، راهی نداره که. و بعضی از سیته ها باشگاه هم روشه و اون یعنی شما در واقع رایگان که نه، ولی انگار پولشو تو آیداتت پرداخت کردی. اشتراک چی گرفتید؟ میتونی از استخر روباز و استخر روبسته و باشگاه و اینا استفاده بکنی. الان اینجا میشه شنا کرد. شنا. اگه بشه من خودم بیام. یه چیزی هم بهتون راجع به سیته ها بگم. هر چی شهرک بزرگتر باشه آیدات شما کمتره. به خاطر اینکه بیشتری هستن. آره. و اینکه آیداد بر اساس الاپ نمیدونن تو ایران فکر هم جوریه دیگه، بر اساس متراژ، بر اساس مثلا یه خواب دو خواب چه جوری باشه اون قیمتا بالا پایین میشه. تو ایران طبقاتی فکر کنم حساب میکنه، نمیدونم، ولی در هر صورت اینجا اینطوریه. یعنی آیدات همون شارژ خونه است، مثلا خونه یک خواب بر اساس یک خواب بودنش حساب میشه، خونه سه خواب بر اساس سه خواب بودنش، و علاوه بر اون پول انرژی یادم نمیاد، یه پول دیگه هم روی آیدات میگیرن برای آب گرم. آب گرم آره، بعضی جا مشترک چیز میکنن. اونم به خاطر اینکه توی اکثر خونه های ترکیه، حالا اونایی که من دیدم، گرمش از کفه و مثل انگار فکر کنید شما اون لوله کشی شوفاژ رو تو زیر زمین دارید، یه همچین حالتی، و اون هزینه آب گرم رو روی شارژ خونه ازتون میگیرن. خب پکیج دیگه تو خونه ندادی؟ نه دیگه، همون دوش و کفه. واسه چیز کلا دوش شده؟ نه دوش گرمه دیگه. نه اونم از چیز دیگه، آب گرم مرکزیه. حساب میشه. آره. خب بعضی خونه ها مثلا اون جداست، یعنی یه پکیج واسه دوش داره، یه گرمایش از کف داره که اون حالا هزینه‌اش یه مقداری جدا میشه. یعنی تو آیدات حساب میشه در کل. نه من تو این چند وقت خیلی واسه دوستان دنبال خونه گشتم، سرم قیمت خونه ها رو الان دارم، زیر 15000 اصلا خونه پیدا نمیشه. سمت اسنیور تو اون سمتی که دارم میگم توی مناطق ممنوعه که اصلا نگیرید خونه. اگه دانشجو باشید میتونید اقامت بگیرید از روش، وگرنه اون آدرس اونجا ثبت نمیشه، آب برگاز به اسمتون نمیشه و کلی دردسر و داستان دارید. به خاطر هم اونجا رو خیلی پیشنهاد نمیکنم، ولی توی مناطقی که مجازه مثل شیشلی، مثل کایتانه، اسکودار، اینا رو گشتم. آسیای کلا بازه، یه دو سه تا محله است فقط بسته است، حالا اونا رو می نویسم واسهتون. اونجا گشتم زیر واقعا 15000 چیزی پیدا نکردم، نرمال آپارتمان، نه اینکه فکر کنید واو خونه فوق العاده عالی. از ایران میام فکر کنم مثلا خونه میام 20000 تا میدن، چه خونه مثلا 500 متری میگیرن اینجا. نه اینجا همچین چیزی نیست، نسبت به ایران یه سری شرایط بهتره توی اجاره، حداقل نمیاد اینجا یه پول چند صد میلیونی بدید واسه رهن، دو تا اجاره رو میگیرن واسه پول دپوزیت، همون پول رهنی که به اصطلاح واسه خودمونه، یه دونه اجاره هم میدید، یه دونه کمیسیون میدید. خیلی شرط خونه اجاره کردن تو ترکیه نسبت به ایران آسون تره. یه نکته من فقط بگم راجع به این که گفتی اگر دانشجو باشی تو مناطق ممنوع هم میتونی، یه نکته خیلی 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 مهم اینه که شما باید خونتون توی منطقه دانشگاهتون باشه. مثلا فکر کنید شما دانشگاهتون کوچیک چکمجه است، کوچیک چکمجه یه منطقه بسته است. خب اگر دانشگاهتون هم توی کوچیک چکمجه باشه میتونید توی نفوس ثبت بکنید، وگرنه نمیشه. یا مثلا فکر کن دانشگاهت آوجیلاره، باید خونت هم تو آوجیلار باشه تا بتونی نفوستو ثبت بکنی، وگرنه مثلا اگر دانشگاهت آوجیلار باشه خونت یه محله دیگه باشه این اوکی نمیکنه، یعنی باید تو محدوده دانشگاه این هست. اوایل یه خورده سختگیری میکردم، ولی خب من تو این چند وقت نزدیک 15 دانشجو داشتم ثبت نام کردم، بعد آدرسشون واقعا با جایی که چیز میگه خیلی فرق داشت. تو محدوده نبود، تو میدون تقسیم کلا ممنوع است اصلا، قبول. خب باشه دانشگاهش کجا بود؟ دانشگاهش اسنیورت، تو خود قلب منطقه ممنوعه. خب ولی واسه شون ثبت شده، ولی تبصره اصلیش اینه. دقیقا اصلیش اینه، ولی یه سری استثناءات هم دارن قائل میشن، میگم سختگیری یه مقداری کمتر شده توی دانشجو، ولی هست، راست میگن، همینه. به اونم دقت بکنید، سعی کنید محکم کاری بکنید، ببین سردرد واسه خودتون درست نکنید، وگرنه خیلی کارا رو میشه کرد. و اینکه چون داریم راجع به هزینه ها صحبت میکنیم دیگه، بودن دانشگاه در نزدیکی خونتون باعث میشه هزینه حمل و نقلتون خیلی کم بشه. حالا میدونی هزینه فقط مالی نیست، یه وقتا هزینه زمانه توه. خب تو از
یه جایی تو استانبول میخوای بری یه جایی دیگه، حداقل 2 ساعت تو راهی، 1 ساعت تو راهی، و باید یه جوری حساب کنی که نه هزینه زمانی خیلی زیادی داشته باشی، نه هزینه مالی. مخصوصا اینکه کسایی که دانشجوان، فرق نمیکنه لیسانس یا فوق لیسانس، مجبورن که یه شبایی دانشگاه تا 3-4 صبح بمونن درس بخونن، یعنی امکان نداره، این قطعا براتون پیش میاد. و اون وقت اگر که شما دانشگاهتون دور باشه و وسیله حمل و نقل عمومی نزدیکتون نباشه، حمل و نقل 24 ساعته مثل متروبوس، مجبورین یه هزینه گزافه تاکسی بدین تا بتونین برگردین بخونن. ولی اگر اونجوری باشه، نزدیک باشه، هزینه تاکسی نصف میشه، 1/3 میشه براتون. این یه نکته‌ای که فقط کسایی که دانشجوان و تجربهش کردن میدونن. دقیقاً. هزینه بعدی که میتونیم چیز کنیم بعد از خونه، والا این داستانی که والا اقامتو که گفتم بعدم میگم بهتون، خورد و خوراکه. انرژی بگیم بعد بریم خورد و خوراک. آره، قبضا رو بگیم. چون به خونه مرتبط میشه. قبضا میشه. قبضها با دپوزیت همون پرداخت قبضا منظورتون. آره دیگه، شما اینجا میخواین قبضا رو به نام خودتون بکنید، یه دونه قبض انرژی داریم که همون برقه، یه دونه آب داریم، یه دونه گاز. میرید که ادارات، حالا اینا که به نام خودتون بکنید، هر کدوم مقدار خاص خودشون رو دارن، یکی 400 لیره، یکی 500 لیره، یکی 600 لیره، متفاوته. بعد باید اونو به عنوان دپوزیت پرداخت بکنید. این اصلا جدا از مبلغ قبضتونه، اونو باید به صورت دپوزیت پرداخت بکنین. هر وقت یه روزی خواستین از این خونه بلند بشین، این پولو به علاوه سود روز ماه شما نمیم روز شما خلا خلاصه، به علاوه یه سود خیلی خیلی ناچیز بهتون برمیگردونن. ولی خب اینم جزء هزینه‌هاتونه، چون هزینه کمی نیست. دقیقاً بخوایم هزینه رو بگیم، الان قیمت من ندارم اینو، خیلی خونه اجاره کم تین چند وقت واسه دوستام، ولی دیگه پیگیر قبضاشون نشدم واقعا. خودشون پیگیر رفتن انجام دادن، چون باید کیمیکشون میومد، اولش کیمیک نداره، آب برگاز به اسم نمیزنن، یه داستان اینجوری داره، به اسم صابخونه‌اش یا املاکی زدیم آب برگازه که فعلا استفاده بکنن، تو سرما نمونن، بتونن از آب برگاز استفاده بکنن بدون چراغ نمونن تو خونه. ولی دیگه بقیه‌اش مون با خودشون که برن انجام بدن دیگه، یعنی فرصت نشد بپرسم. خود من انجام دادم برقو 2 سال پیش که اومدم همین خونه اسکو دارم، یه سال پیش بود تمدید کردم دیگه الان، آره یه سال و نیم پیش تقریبا میشه، حدودا دارم میگم. من نه سطحی نه، برقو فقط من فکرم نزدیک 1500-600 دادم، واسه گاز 3000 تا بود. آره خدا نه بابا، من تازه دادم، من 3000 دادم از من بیشتر گره؟ نه من با چیز گرفتم، با کارت وطن داشتی گرفتم، هیچی من با کارت خارجی نگرفتم. خیلی فرق داره، خب با شهروندی خیلی فرق داره. یه 3000 فکر کنم گاز شد که اقساط کردم واسه من. آره اقساط بکنم، ماهای طولانی آره. مثلا 7 ماه برقو خیلی دیر رفتم، ولی جریمه هم شانس آوردم نشدم، یعنی من 3 ماه برق نشد، فکر میگم اسم آبخونه قبلیه، یعنی مستجد قبلیه، نرفتم پیگیریش. همونجوری استفاده میامدم به اسمش دادنش قبض میدید پرداخت کنم، هیچ قبض نیمد اون 3 ماه. و شانسی رفتم حالا ثبت کنم، گفتن که این قاچاق داری استفاده میکنه. من نمیدونستم، من چه بدونم، قبض نیمده واسه من. منم که اومدم اینجا، یه ایرادی بزرگی که اینجا داره سیستمش اینجوریه که قبلا این نبوده، کیمیک داشتید میتونست آب برگاز به اسم خودتون بزنید، ولی الان واسه برق یه استثنایی گذاشتم، میگم باید نفوستو ثبت بکنی، آدرس محل زندگی رو بعد به برق بدین. بعد من نفوسم ثبت نکردم، درگیر یه سری کارا بودم نمیرسیدم برام انجام بدم. آخه واسه همون نفوسا بعد قبض. آره خیلی جالبه، من یکی از ویدیوام اتفاقا گفتم، گفتم من قشنگ رسیدم به اون قضیه ای که میگن اول مرغ بوده یا تخم مرغ بوده، به خودم مونده بودم اون واسه داشتم میذارم سر خودم که چیکار بکنم، که گفتم ولش کن اصلا برقو ولش کن، برم اول آب برگاز رو به اسم آب و گاز رو به اسمم بزنم که الان انجام میدن، بعد برم سراغ برق. که اون دوتا رو زدم، اون دوتا قبض رو بردم، گفتم که این قبض هام، گفت برق، گفتم بابا خودتون نمیذارید بگیریم، بذارید حداقل انجام بدیم اوکیشه. ولی برق ارزون تر بکنم 1000 خورده، گاز گرون ترینش بود. واسه آبم فکر کنم نزدیک 1000 لیری نبود همشه چیز. یه رنج قیمتی هم واسه مثلا هزینه ماهانه بگیم، ولی واسه مثلا چقدر میاد ماهانه؟ اینو بگم، این حالا هزینه رو الان حالا تو این تایم تو ذهنم نیست، ولی می نویسم روی ویدیو واسه تون چقدر هزینه اشتراک گرفتن، همون دپوزیتی که میخواید بذارید اولش می نویسم که ناقص نمونه ویدیو. هزینه
ماهانه قبض ها رو بخوام بگم، واسه گاز تو این فصل سرما با این تخفیفی که آیه اردوغان گذاشته قرار بود صفر بشه دیگه، یه سال کسی پول گاز نده، با این حال من 1000 لیر دارم پرداخت میکنم. چی کار میکنی؟ به خدا درجه پکیج فقط روی 55 بیشتر نیست. ولی خونم خدا وکیلی گرمه چون طبقه اولم، طبقه همکف معمولا سرد. رو 55 و اصلا هم خاموش نمیکنم. کم و زیاد چرا مال من قیمت شبته؟ من کم و زیاد میکنم قیمت بیشتر میشه، اصلا میارم پایین قیمت میره بالا. من ولش کن همین باشه آقا، من همین قرار استاده، من 1000 لیر میدم ولش کن چیز نکن جبران. آب واسم 300 خورده آب 200 خورده میاد واسم، 200 لیر 200 لیر میاد 200 لیر میاد. و اینکه برقم واسم 350 لیر اینا حدودا میاد واسم. من خب 3 تا مانیتوره بعد از اون نور سیستم فلان اینا دیگه، یخچال و سیستم چراغای خونم که 24 روشنه، اسراف نمی کنم ولی همش استفاده دارم میکنم دیگه. شما چقدر میاد؟ مال من خیلی متفاوته. کنم 100 خورده میاد. اینم بگم که من خونم اینجوریه که کلن برق نیاز نیست روشن کنم چون کاملا روشنه. آره کاملا روشنه و من کلن چون خیلی نور دوست ندارم کلن تو خونه برق روشن نمی کنم، واسه همین مثلا 100 خورده اینا میاد. چیز برقی خاصی هم ندارم. یه چیز دیگه نیست. قیمت گاز خدا یادم نمیام، اونم قیمت خاصی نداشتم، یه مثلا 200 خورده ای فلان اینا باید باشه چون من گرماییم کلن وسیل گرماییشون رو روشن نمی کنم، بخاطر همین اینا خیلی اقتصادی میاد. البته من یه چیز یادم رفت بگم بهتون، اینو اضافه کنم، اون خونه که قیمت دادم من اول ویدیو گفتم اجاره خونه اینقدره، واسه خونه‌ای مثلا تو رنج یه خواب و استدیو بود و خونه بالاتر بخواید قیمتش فرق داره. خب میتونید توی سایت صاحبیندن، سایت املاک جت، توی این سایت نگاه بکنید قیمت‌ها رو، ولی خب یه ذره شرط سخته دیگه. آه. اونجا باید ببینید. و خونه‌های لوکس‌تر هم هست، ما کف رو داریم میگیم که دوستانی که میخوان بیان یه روی منطق و چارتی بیان، وگرنه یعنی کسایی هستن از ما بیشتر استفاده می‌کنن همه چی و خونه‌هاشون گران‌تره. خب من اصلا خودم شخصا خونه نیستم، مثلا یه شبا هستم، روزای تعطیل هستم که الان دیگه روزای تعطیلم نیستم، هر هفته درگیر ویدیو هم. یه هزینه خورد و خوراک هم بگیم، هزینه خورد و خوراک رو بخوایم بگیم، من قبلا میگفتم مثلا ممکنه هفته مثلا ماهی 2000-3000 لیر کافی باشه، ولی من خودم شخصا الان حساب میکنم من هفته 2000 لیر فقط خرج خورد خوراک این خیلی بستگی داره که توی خونه غذا بخورید یا بیرون غذا بخورید، یهو قیمتاتون به طرز وحشتناکی متفاوت میشه و سبک غذا خوردنتون چجوریه. خب به تب هرچی گوشت بیشتری بخورین هزینه گوشت و مرغتون میره بالاتر. و اینکه از کجا بخرید، ببینید مثلا یه چیزی که هست اینه که خب مثلا اینجوریه تو ترکیه که خب بیم یا شوک مثلا قیمتاش مناسب تره. اما نه توی همه موارد. خب مثلا شکلات، بیسکویت، اینجور چیزای چی میگن؟ تنقلات اینا توی میگروس ارزون تره. من واقعا اگر که مثلا چوبشوری که توی میگروس مثلا 4-5 لیر بود الان قیمتش رو نمیدونم، توی بیم 3-4 لیر گرون تر بود یا 2-3 لیر گرون تر بود. توی این قضیه ها میگروس اوکی تره، اونم به خاطر اینکه خیلی کامپانیا میذاره، یعنی تخفیف میذاره. آره خیلی تخفیف میذاره هفتگی و روزانه و قیمتاش بهتر درمه. در کل برای خرید مواد غذایی خیلی باید حواستون باشه چی و از کجا بخرید، مال کجا بهتره. مثل ایران مثلا ما میگیم آقا گوشتمونو از فلانجا میخریم، نه سبزیجاتمونو از فلانجا میخریم. و اینکه سعی کنید مثلا اگر میخواید سبزیجات بخرید، حالا ممکنه شایان تجربهشو نداشته باشه، ولی حتما یه جوری ست کنید که اگر که
کنارتون بازارچه هفتگی هست، برید از اونجا هر هفته سبزیجاتتون رو بخرید، چون هم خیلی تازه تره، هم قیمتش مناسب تره، هم که مثلا شما اگر یه قارچو الان نمیدونم میگرس چنده، حالا بگیریم 45 لیر مثلا، اگر شما یه قارچ بسته یا از میگرس میگیرین 45 لیر، حالا شاید هم بیشتر باشه، توی آیش بی فکر کنم 25 یا 30 لیر. آره چی کردی اینقدر؟ آره همین قارچو توی بازار هفتگی یه کیسه پر تازه مثلا بهت میده. خب این تازه خیلی بودنش خیلی آره این خیلی باعث میشه که هم توی خورد و خوراکتون مثلا شما از چیز تازه تری استفاده کنید، هم توی هزینه تون دیگه، یعنی اون حجم بیشتر زمان بیشتری براتون میمونه. ولی از لحاظ قیمتی آره دیگه، شما هر بار میرید سوپر حداقل 400-500 لیر خرج. من دقیقاً دیروز تو معلم بازار روز بود، جمعه بازار بود، رفتم قشنگ گشتم داخلش، ولی قیمت ها واقعا توی بازار روز قبلا ارزون تر بود. دیروز چیزی که مواجه شدم قیمت ها از میگروس و بی مایز بیز که خیلی گرون تر بود. بسته ای داره، مثلا تو فکر کن بری چهارشنبه بازار، چهارشنبه بازار باکر کن. خب نه من محل زندگی هر کسی آره. میگم مثلا اونجا کلا همه چی گرونه، ولی میگم یه خوبی که بازار روز داره اینه که تو چیزی که میخری فالست. مثلا تو فکر کن یه دونه جعفری میخری از میگرو آره موافقم اینا دقیقا. هزینه بعدی شما توی استانبول حمل و نقله و خیلی چیز مهمیه، چون هر روز باش درگیرید، شما باید سر کار برید، دانشگاه برید و شاید واسه گردش و تفریح حتی بخواید برید بیرون، ولی روزمرگیتون بالاخره حمل و نقل دارید، حتما دارید. هزینه حمل و نقل توی استانبول الان به این صورت، اتوبوس فکر کنم کمترین مسیرش الان 15-16 لیره. من دارشتی میدم منم ماوی کارت دارم واسه من نمیفته، نشون نمیده، هر بار که میزنم کم میکنه. بذارید پس اول استانبول کارت ها رو بگیم. ببینید چند نوع استانبول کارت داریم که تو ویدیو ها بارها گفتم، من میخوام تکمیل باشه این ویدیو چون مال سال 2024 که اتاد داشته باشید. یه دونه ماوی کارت داریم، یه کارت دانشجویی داریم. کارت دانشجویی گرفتنش تقریبا 170 لیر بود، حالا بگیم 200 لیر. 200 لیر خود کارت نه با شارژش دیگه 60 لیره خودش. شارژش هم نمی‌کنید؟ حالا شارژش هم خب دیگه شارژش هم بخواد بکنید تقریبا 220 لیر میشه با شارژش ماهانه. خب که 100 که 200 تا میتونید استفاده هم بکنید، 200 بار بزنی بری. و مال دانشی ازت میپرسم، ولی ماوی کارت هم اینجوریه که الان 1200 خورده لیره که خودتون درصدش حساب کنید، 1000 لیر اختلاف این وسط، و میتونید 180 بار این کارت رو بزنید. توی ماوی کارت به این صورت شما هر بار که کارت مثلا به متروبوس میزنید ازتون دوتا کم میکنه و مسیر نزدیک بشه برگردید بزنید به دستگاه پول برگردونه، یه دونه بهتون برمیگردونه. توی مترو مارمارای سه تا کم میکنه و یه سگ کوچیلی اینجا داره قدم میزنید، تو ویدیو میذارم خیلی با نمکه نه نمیاد بغلش کمی تو ویدیو باشه. توی مترو مارمارای سه تا کم میکنه و نسبت به ایستگاهتون یه مقداری برمیگرده. مثلا من از اسکودار سوار شدم، حال کالی پیاده شدم، از من دو تا کم کرد. حتما یه دونه باشه که استانبول کارت وقتی پیاده میشین یه سری دستگاه داره، بعد بزنین پولتون رو برگرد. البته واسه زمانی که شما کیملیک دارید و اقامت دارید، کیملیکتون هم ست کردید، شخصی سازی کردید با استانبول کارتتون، اگه نکرده باشید این پول برگشت داده نمیشه، به توریستا برنمیگردونه. و واسه اتوبوس و مترو هم بگم، اونم یه دونه کم میکنه، بخاطر همین رقمو نمیزنه واسه هم. واسه دانشجو هم اینجوریه، همین سه تا کم میکنه. مثلا مترو مارمارای حساب کردید حالا تا مثلا مترو مارمارای هر چقدر هر ایسکای بخوای بری ازت کلا سه تا اول میگیره. کلا چند لیر میدی تو؟ من پول نمیدم، کم میکنم. سه تا کم میکنم. سه تا یعنی سه لیر؟ سه تا از من 180 امتیاز دارم. آها. دیگه که میزنم. نه ببین. سه تاشو کم میکنه. خب من به خاطر اینکه هنوز ماهانه نخریدم، من آها. همون چیزی استفاده میکنم. من روزانه شارژ. آره. من دانشجویی دارم، ولی میتونی مثل ماوی کارت ماهانه بخری که در واقع یه اشتراک ماهانه داشته باشی، مثلا 200 بار بتونی ازش استفاده کنی، خب پول کمتری باید بدی. ولی من هنوز اون کارو نکردم، یعنی اونو نخریدم.
ولی همچون عادی روزانه شارژ میکنم، برای اتوبوس 7 لیر از من کم میکنه. خب بازم نصف داره میکنه، بازم داره کم میکنه. آره کاملا نصف، ولی اونجوری فکر کنم واسه خیلی کمتر بشه. واسه مارمارای اگر اشتباه نکنم 15 لیر ایناست، ولی حالت عادی بخوام مارمارای سوارشین 53 لیر کم میکنه فکر کنم، که نسبت به ایسکایی که میخواد پیاده شید یه مقداری برمیگردونه، که بیشترش تقریبا برمیگرده اگه فاصله کم باشه. دانشجو داشته باشین خیلی قیمتاتون متفاوت میشه. آره. ولی مثلا توی همین حمل و نقل عمومی تنها جایی که حالا دانشجو با غیر دانشجو فرقی نمیکنه دلموشان. دلموشان مثلا میگن از نقطه آ تا نقطه بی انقدر، حالا بخوای دانشجو باش دانشجو نباش قیمتش یکیه، مگر اینکه اورنجی باشی. اورنجی یعنی دبستان دانش آموز دیگه، اون یه دانشجوی دانش آموز، ولی خب آره. اینا زیر دانشگاه رو حساب میکنن. آره زیر دانشگاه و اینکه یه وقتا مچتون رو میگیرن میگن که کارت دانش آموزیتون رو نشون بده. یعنی اورنجی کارتونی گسته. آره یعنی اینجوری نیستش که شما برین بگین اوکی حالا من مثلا خودم رو جای چیز میزنم، نه. و اورنجی ها اینجوری هن که کلن یه مبلغ میدن، یعنی بر اساس مسافت فرقی نمی کنه. مثال الان فکر کنم 15 لیره. آره به اندازه فقط ورودی میدن. الان اگر 15 لیره هم 7.5 میده فکر کنم. نه دیگه الان مثلا من سوارشم 15 گرفت نصفشو میگیره. آره دانشجو آره، کلا آره، نصفه. آره، آره، نصفه. این خیلی به نفعشونه. خب این حالا حالت عادیشه که به این صورت دانشجو و ماوی کارت استانبول کارت عادی هم بگید، گفتم شخص سازی نکنید نمیتونید پول پس بگیرید و بعد مبلغ کامل پرداخت بکنید که 15 لیر واسه اتوبوس تقریبا 15 16 لیر، واسه مارمارای 53 لیر تقریبا، واسه مترو هم تقریبا 15 لیر. مترو بوس و قیمتش از اصلا در رفت، ولی فکر کنم 22 لیر بود همچین چیزی بود. حالا می نویسم اینا رو واسهتون، بازم واسه که دقیق تر باشه می نویسم که تو تاریخ 2024 مثلا ولی برمیگردونه، مثلا اونم برمیگردونه ولی مترو برنمیگردونه. مترو برنمیگردونه. آره مترو اتوبوس برنمیگردونه. مارمارایو مترو بوس برمیگردونه. این مزیت داره. تاکسی هم که خدا خیرشون بده سوار میشه پیاده میشه 90 لیر رو بدید که به این صورته. و تاکسی متر باید حتما بزنن که بعضی میگن آقا اینجا تا اونجا انقدر میشه، تاکسی متر نمیخوام روشن کنم، ولی بگید بزنه تاکسی متر نزنم، یه دفعه میگه مثلا من یه ذره بیشتر اومدم، حالا بیا ثابت کنید اونجا پلیس بیاد درگیر بشید فلان، حتما خودش جریمه میشه پلیس بیاد، ولی خب درد سر چرا سرتون درد نمیکنه میخواید دست ببندید. حالا بخدا توی یه ویدیویی هم الان قولش اشاره میگیرم که تمام مدلای تاکسی بصرفه توی استانبول بهتون بگه. آره چند تا برنامه خیلی خوب هست که اگه کیمیک داشته باشید نصب بکنید خیلی به دردتون میخوره. حالا الان نمیگم لو نمیدم. قبلا ویدیوش گرفتم ولی قشنگ کامل هم آپدیت میکنم هم توضیحاتش میدم چجوری. از این تاکسی هم که گفتیم دیگه، از این تاکسی بگم اینم چیزی داخل پرانتز، انقدر بالا از قسمت اروپایی بخواید بیاید آسیایی برید خود فرودگاه سوار هواپیما بشید بیاید فرودگاه، این بر پیادشی از تاکسی ارزون تر میفته به خدا. تاکسی 1500 لیر مثلا میگیره از بیلی دوزی تا مثلا اسکودار بیاره، شما برید فرودگاه جدید استانبول سوار بشید برید فرودگاه سبیا پیاده بشید فکر کنم 500 لیر 600 لیر پول پروازتونه. واقعا پول تاکسی گرونه. یه بار این کارو بکنید. یه دونه لایک اگه واقعا ویدیو خوب لایک بخوره. دوستان ما واقعا از لایک های شما و کامنت های شما انرژی میگیریم. اگه خوب لایک بخوره واقعا این کارو انجام میدیم. شما یه زمانی صرف بکنید بریم این کارو انجام بدید. تازه یه سری پروسه و داستانم داره. تجربه جالبی میشه به نظر من. چقدر محدودیت بذاریم واسه لایک؟ ما الان داریم به 3000 تا نزدیک میشیم. چقدر بذاریم؟ زیاد نباشه مثلا منطقی باشه. لایک و کامنت با هم باشه دیگه. لایک و کامنت رو با هم بذاریم. واقعا چیز خاصی نیست. شاید میتونی انجام بدی. به نظرم 2000 تا هم دیگه 2700 خورده ایم الان. تو این تایمی که الان این ویدیو داریم ضبط میکنیم به نظرم به 1500 برسیم. خوبه؟ نب. یا کمتر کنم؟ نه خوبه. 1500 واقعا چیزی نیست که همه تون دارید میبینید. 1200 خدا خیرش بده. واسه دوستاتون هم بپرسید لایک کنن که انگیزه هم بگیریم. واقعا نمیدیم اینجوری تجربه بگیریم که اصلا واقعا چه جوریه.
شاید واقعا خیلی به صرفه تر باشه از نظر تایمی که واقعا خیلی به صرفه است. سلی پولم میشه میشینه پیاده میشه همین بود پولم پس بده کاری نکردیم که میشه اینجوری هم چیز کرد از خلبان پولو پس گرفت. دیگه موردی نمیمونه فکر کنم واسه هزینه زندگی که هزینه تفریح و اینا میمونه که اونام دیگه بس دیگه خودش شخصی و هزینه های درمانی که خودش انقدر طولانیه که بعد تو یه ویدیو جدا آخرش من اینو میگیرم اینجا می چله داره ببین این عروسک دلت میخواد گازش بگیره حالا ویدیوشو میگیرم اضافه میکنم یه تیکه این وسطا یه پاس خودش دور میزنه میره دیگه سن چوب گوزالسه مینی جیک بی کپکسی. از این درمانی هم که بهتون میگیم دیگه چیز خاصی نمیمونه. برای تحصیل بچه هاتون اینا هم یه ویدیو جداگونه باید بگیم چون تو این ویدیو واقعا جا نمیشه خیلی مجردن یا بچه ندارن اونم جدا میگیریم دیگه چیزی نمیمونه دیگه هزینه اقامت تو یه ویدیو دیگه میگیم درمان تو یه ویدیو دیگه میگیم چون همشون خیلی طولانی تحصیل بچه ها هم یه ویدیو دیگه هزینه دیگه چون کیملیک و اینا هم یه چیز دیگه انقدر هزینه‌های مختلف این باشه یه سورپرایز بعدم براتون میگیریم الان به ذهنم اومد هر هزینه دیگه ای که اگر مهاجرت نکردین یا میخواین بکنین یا تازه مهاجرت کردین میخواین راجبش بدونید توی کامنت برامون بنویسین که براتون توضیحش بدیم حالا در قالب شورت یا در قالب ویدیو داره. یا حتی نوشتاری براتون توضیحش بدیم که دیگه مشکلی نباشه موافقم همون. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید امیدوارم این اطلاعات به دردتون خورده باشه و ویدیو رو دوست داشته باشید ممنونم که بهمون انگیزه میدید کانال رو لایک، کامنت، سابسکرایب میکنید و کامنتاتون هم پایین میبینیم میخونیم و لذت میبریم حتما چند تا کامنت هم بنویسید واسمون که ممنون بشید بعدی هاشو پشت سر هم حالا میگیریم واسمون قیمت میزارید. خدمات درمانی، قیمت خدمات چیز، اقامت و فلان و اینا خلاصه دیگه نگاه کنید دیگه سه چهار تا دیگه همش راجع به هزینه هاست تا یه ویدیو دیگه خدافظ